خانه سوزان نامده سه شدت یا اینم منم ترمی، خیلی هم دختر خوبی هستم. من رئیسم، همون که میگم مرکز، اینا دوستم. خوشحال بشیم بازی کنیم. من یعنی ما میخوایم در حیاتو یواشکی باز کنیم بریم بیرون بازی کنیم. بچه ها کی میدونه این چیه؟ آفرین. حالا گ مثل خب ببینم کی میدونه این چیه؟ مال اجازه میشه مرم بیرون بگید دو مال اجازه حالا دیگه میتونید خوراکیاتونو باز کنید و بخورید. یه کدر سپرزه برای برای این پیشی گربه همسایه‌مونه. ازش گرفتنش خواهم ببرمش گرده. نمی‌کردی لخشهات لو بره ها ترنم خانوم، ولی اینو بدون همیشه یکی هست که بیاد همه چی رو برای من تعریف کنه. دستگیرشون کنی. اینو برای چی اینجوری گرفتی دستت؟ کارش کنم خانوم کیا بون میده. خب ببرش همون. خب ببرش یه گوشه کناری خواهیمش کنی دیگه زودتر.
به والدین این مجرمین هم زنگ بزن بگو هر چه زودتر بیام تا من تکلیفش رو روشن کنم. بیا بریم ببینم. نه حق با شماست، مشکل از ماست. مشکل از ما نیست، از شماست. استاد شما اصلا زورو، شما قاتل بروس لی. استاد چیکار کنم؟ این کارای زشت از کجا یاد بگیری آخه تو؟ پدر منو درو بردی. بیا ببینم. بچه تربیت میخواد. کی باید بچه رو ادب کنه؟ من یا تو؟ تو بی تربیتی، شلوغی، کثیفی، نامرتبی. این حرف بزن. نقشمو خوب باز کردم. آره دیدی بابا تو من؟ نم نم احوال خانم میگم میگم ماشینه ماشینه مندلی ها نام نام چه پدر گربه؟ چرا بهت گفتم این کار نکن؟ همه این کارا رو کردم که یه بارم شده تو بیاری دنبالی. بیا، اینکه پس کی شرکت به چرخونه ها؟ خب بده قربان بشم. تمام قراردادها، مالیات‌ها، پول‌ها همه دست منه. چطوری میتونم همه رو ول کنم فقط با تو باشم ها؟ ولی من میخوام با من باشی چون تو بابای منی، منم دخترتم. بعد بایم شرکت شب بود زنی بزن زن؟ یعنی نمیخوای بیای خونه؟ یه چی میگم دارو خدا ناراحت نشیمانی بزنی دارو باید تلفن صحبت میزنی چه طرز رانندگیه؟ مگه سوار درشته ای؟ باری کنم همه چیز درسته. خب میزا مرتبه، گل و شیرینی، فقط میوه های خورده. اینجا چی کار میکنی این وقت روز؟ چیه؟ شوی لباست خراب شد؟ من الان کلی کار دارم. ترنم آوردی گند بزنی به برنامه عمره. ببین اینجا خونه منه، هر موقعم که بخوام برمیگردم خونم. میری یه گوشه ای تا آخر شبم بیرون نمیای. فهمیدی چی گفتم؟ Oh, Tama!
بابا مذیعت هم میکنه. چرا اشکی به هم دوست نیست؟ تقصیر تو نیست، تو دختر خوبی هستی، ولی یکم شیطونی. نه خیرم، همه نینی ها رو بیشتر از ما دوست دارن، مثل مامان آیدا که نینیشو بیشتر از آیدا دوست داره. هیچکی دلش نمیخواد با ما بازی کنه. حالا که اینطوره منم میرم اذیتشون کنم. اصلا فکر خوبی نیست. اونا مامان بابا تنا هرچی میگم باید گوش کنی. مامان بابا ها گاهی وقتا خیلی خیلی خستن، گاهی میبینی که توی فکر گوشه ای نشستن، اما توی خواب شبت هم نباید ببینی که چشماشون یا روی تو که عشقشونی بستن. همیشه حرفاشون بشه گوش شب نباید شام بخوره. در زم تلویزیون اتاقش هم بیار بیرون. بس لوسش کردی تو. من لوسش میکنم یا تو؟ پدر منو در آورد. دختر من 24 ساعته دارم برای اون قرفر تو سگدا میزنم، اون وقت تو انقدر خودتو خوش کردی که همه فهمیدن. اگه من حالا 500 هزار تومن بگردی. بانوی کوچکمه؟ ترنم؟ برجا با... بانوی کوچک؟ یا برجا! ای مرد دیگر و بیتالیم، تو کیستی؟ من؟ بیا بیا ها؟ او حسین هست، اون زیبان از خالیش ها؟ قربان؟ خب، قربان، تو باید با من بازی کنی، مگر نه میگم پیشی چشاتو درارم. شما کیه هستی؟ فوفو کجایی؟ باید اینو ببری با هم دیگه بازی کنیم. فوفو ای فوفو، هر وقت من میخوامت نیستی. فوفو یه چی میگم تا رو خدا ناراحت نشی، منه نذاریم. ماما شهری گفت تلویزیون ببرم. نه نم نم ماما شیری گفتن که منت میکشی؟ نه بابا چیه؟ مامانم گفته اینم ازم بگیری و ببری؟ نه ماما شیری نگفته. باره یک گوشه که من جسارتی نمیدم. ماما شیرین گفتن که میدونم مامانم شام نمیدم. نه میخواستم یه رازی رو به شما بدم. یه راز خوردنی؟ گو
آی دان تشبیه تو بهترین دوستی که تا حالا داشتم، حتی از فوفا هم بهترین. نه فهمید. بانوی کوچک، من همیشه در خدمت گذاری هستم. Don't forget. در زمنم گفتن نداره. نم نم. کجا بودی؟ من عاشق راز خوردنی هم، مخصوصا نون و پنیر و سبزی. خب بیا بخور. کاش میتونستم. داری چی کار میکنی؟ من باید یه کاری کنم که مامان شهره و بابا الدلان خونه بمونن با من بازی کنن، دیگه هم دعوا نکنن. بس نیست که شام نداری، تلویزیون نداری، میخوای یه کاری کنی همه‌ش خراب شه؟ نه خیرم، تو خودت همیشه گفتی آدم باید جنگ کنه. آدم باید برای اون چیزی که میخواد بجنگه، اما نه اینجوری، یکم مهربون تر. منم میخوام مهربون باشم، دختر خوبی بشم. نقشه جدید ما اینه. ما؟ من و دوستان توی مهد کودک عملیات مهد کودکی. چی؟ عملیات مهد کودکی؟ ما بازمش کس نفهمه. اگه این عملیات انجام بشه هم تو خونه میمونم، هم هم جاشت آخر مهد کودکی. خب اگه خونه هم بمونم فایده نداره، همش با نینی داداشی بازی میکنم. از وقتی که نینی داداشی من تا دنیا آمده، بابا میگه دیگه وقت نداره. مامانم هم دیگه میگه تو بزرگ شدی، تو بزرگ شدی. خوب من اندازه خانم سرابی هم. خب واسه همینه که ما باید یه عملیاتی داشته باشیم که مامان بابا هم تو خونه بمونن و بابا دوست باشن. کجایی؟ راستا اینجا باش. منم باید باشم. نه نمیشه. یعنی من دوست نداری؟ چرا؟ دوست دارم، ولی الان نمیتونی تو این عملیات باشی. منم میخوام باشم. منم میخوام باشم. خیلی خوب، تو هم باش. آخه من مامان جونو خیلی دوست دارم. مامانی تو که نمیگم، مامانت. یا اگرم شد بابات. اون یکی مامانم رو میگی؟ یعنی اینطوری میاد جشن مهد کودک؟ بهم اعتماد کن. اگه دوباره برو یکی بفروشه خیلی سر میشه. چیکی ما رو نمیفروشی؟ نه ما پفکیم. اگه مامان بابام نرن سر کار، کی پس برام پول میاره؟ خوب از تو پوله بانکشون برمیدارم. نه ترس، گشنه نمیدیم. بابا نمیاد جشن مهد کودکم. بعد از این عملیات بابات مجبور بیاد جشن مهد کودک. راستی لوپا چی شده؟ هیچی نشده، محکم خورده به دست بابا. موازمش کسی نقشم رو نمیدیم. به خدا منم خسته شدم، دوست دارم یه روزایی مامان بابام تو خونه و هم دعوا نکنم با منم باز کنم. یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منو نزنی. برو کنار، میخوایم بریم. شما هم برو عقب. بله درستش کن، مشکل نداره. آره آره ببین، بیش از این داری وقت هم میگیری. خدافظ.
چیه؟ خیلی خوشحالی؟ سهام کارخونم داره میره بالا. وقت محصر گرفتی؟ هفته دیگه دارم میرم سفر. نیستم. نمیشد قبل از اینکه بری مسافرت وقت محضر میگرفتی؟ یه هفته دیگه صبر کن، از شرت راحت میشم. سفرت سفر کاریه؟ آره، یه جای بد آب و هوا، سیبری. میان بیبه دارم ممنونتون میشم. اینجا طبقه بالا امضا بشه، اینجا طبقه پایین فردا بپوشم. خب اینجوری که معلومه. حرف نزن دیگه، حرف نزن. آقا من رفتم بالا. آقا شو برو، برو ماهی دیگه بیا. برو، برو. اینم بابای سپه که خیلی عصبانیه. کدوم بود؟ آقا ایشون خودش ها همیشه. برای چی اینجوری رفتار می‌کنی؟ برای چی تو مرد من دستتو چیکار کنم؟ من دیوونه شدم از تو. همه ارباب جواد دستم ناراحتن. چم کاری چه می‌کنی؟ دیر میای، زود میری. من با همین دستم به تو مصادقه دادم. چرا اینقدر بی‌معرفتی؟ این بابای نیما اسمش جهانگیره. نیما میگه بابای خوبیه ولی دروغ میگه. یعنی باباش دروغ میگه. بس که جامون دیگه. بیا بابا ول کن، دل بکن. خیلی سخت آدم نصف روز همش بشینی یه جا هیچ کاری نکنی. خونه ای ساب تیله ای تیله دون داره اون چشات، بهار داره، تابستون داره، خزون داره، مواج به این منو. بابای آیدا تو تلویزیونه. بیا این ور. آره حالا من به زنگ میزنم. بیا. ولی توی چی نگی، خودم بهش میگم. نادر جون یه دقیقه اینو بگیر. آره خودم بهش میگم. آره تو هیچی نگی، من قابلون میگم. بابا من امشب برنامه زنده دارم، باید تمرین کنم. گرفتاری شد. این روزا مرد میخوام همچین چیزی بخره بیاره بندازه رو میز تو آشپزخونه. مرد شما دست جنس این نزد. فریبا غلام زنگ زد گفتش که یه پارتی جنس اومده، قشنگ میشه بزخری کردش. من فردا صبح میرم آستارا تا چشم. یعنی من باز نیام دیگه؟ ببین اون سفر کاری داره میره، فردا بچه مهد داره، باید ببریش مهد. نیما توی موقعیت ها؟ یعنی چی؟ بیرش
کن ولش کن هیچی فقط تو برو کارتو شروع کن. آهان فهمیدم ای بری. نمیدونی اصلا دیشب یه فضای سنگینی بود. آره خوب شد نیومدی بابا حوصله‌ات سر میرفت. چی بود تازه شامشون هم دیر دادن از باشگی مردی. بابا زیادت نره بدی فکر نکنی پول اضافه اومده دوباره بری. خیلی خوب باشه امشب این برنامه کال قهوه‌تو تعطیل کن. آرتا آرتا ماما خیلی خوب من خبر نگیدم خیلی خوب من فردا صبح پنج صبح برام زنده خیلی خوب باشه. آره اصلا نمیدونی ها چه خبر بود. آره نه قیمه پلو درست کرد. آخ نادر آرتا ماما آرتا آره فریبا جان اونجا یک دونه زن وجود نداره همه مردن همه عذب. تو میخوای بیا اینجا چیکار بکنی بگو بگو تو. منم اگه دارم میرم واسه راحتی توی عزیز من اونجا جا نیست شما بخوابی. همه تا صبح سیخ وای میسن دیگه تماشا میکنن کسی نمیخوابه اصلا. میرم که مثل اون دفعه غذا از بیرون نگیرن مسموم بشن. مادر من سرما رو چرا نمیگی خر تاب میکنه سگ سینه پهلو تو این سرما تو میخوای بیا اونجا بگی چم منه ها. میرم واسه شون آب دون درست کنم. چرا بغض میکنی سلام به بینندگان جان جان. خب جانو میگم و بعدش میگم که ما در همین الان رسیدیم تو خیابون پرخاشگری در کودکان باید ما آماده باش فقط سری بپوشید. ما با برنامه 514 در خدمت شما هستیم. ممنون از این برنامه چرایی پرخاشگری در کودکانه. ما پرخاشگری در کودکان میخواییم مورد تجزیه و تحقیق قرار بدیم. خیلی ممنونم از اس ام اس هایی که برای ما فرستید. آقای محترم عزیز من عجله دارم حرکت کن دیگه. خانم محترم ببخشید شما پشت فرمون هستین؟ بله من پشت فرمون هستم ولی من نمیدونم دستم خالش اصلا نمیدونم. عذر میخوام شما گواهی نامه خدمتتون هست؟ بله گواهی نامه ببین من خیلی عجله دارم باید برم سر کارم خیلی دیرم هم شده. امکانی شد ماشینتون رو بکشین کنار؟ خب یه وقت خانمی مثل شما اینقدر لیدی خواهش میکنه این کاپوتو بزنی بارو بیرم چیکار میکنم. دیوونه شدن مردم. دیرمونم شد. این سیخ کبابا رو کسی ندیده؟ چی شده؟ مادر جان قربونت برم نکن این کارو یه دقیقه داریم تا پخش. بابا نمیدونی چه خبره بیرون ترافیک با یارانا رو دارم میدارم ریختم بابا بذاری در اکسیژن بیاد. خوبه ولش کن قربونت برم خوبه 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 ولش کن. این گلابی اومده گلابی چی عزیز من دکتر گلابی. ببین تو پلاتو تو میگی بعد میریم یه پلی بک 20 ثانیه میایم استودیو معرفی بدیم. بریم آقا برو واسه بریم برو برو استاد. خب ویتیار تیتراژو رفت. با دوربین یک میریم تو استودیو. اولین سویچو کردیم. شماره پیامک رو زیرنویس می‌کنیم. بشماریم. 5 4 3 سلام بیننده‌های عزیز، بینندگان جان، شما که چشاتون تیله داره. من امروز باز در خدمت شما هستم. افتخار اینو دارم که چند تا کتاب در زمینه روانشناسی کودک به شما معرفی کنم. خوشبختانه یارانه ها رو دادن دیگه حداقل میتونید یه دونه‌شو بخرید.
امروز ما یک مهمان ویژه داریم، کارشناس برنامه جناب آقای دکتر گلابی هستن. ظاهرا ایشون کارشناس هستن. چطور کار چیکار میکنی؟ آقا بگی تصویرو بخش زنده ایم، کات کن برو وله برنامه. ما میریم یه وله میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما دوستان بینندگان جان سابسکرایبرگان عزیز. کار نمیکنه کلیدا. خب ظاهرا مثل اینکه وله ما آماده نشده. من چی کارش که اصلا کار نمیکنه کلیدا؟ آقا جون تولیدی نیست و بخش زنده ایم رو آنتنی جان. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم اینجا حرف بزنم با شما. مامان و بابای تو خونه هم حرف بزنم. من نمی کنم، هیچ کدوم از کلیدا کار نمی کنم. پخش جعفر گودرزیه. توجه کنی دیگه، نمی خواهی این کار کنی اون کار کنی. خب چه وضعیه؟ سب کن توجه کنی. خالتون که هی تمامه نداره، می خواهیم کار کنیم. کار دوربین یک کلوز دختر بچه رو بده. من همش تو خونه هرام، مامانم داداش نیمو بغل میکنه بوس میکنه، بابامم که اینا هاش هی میاد واسه شما حرف میزنه. حرف میزنه اون آقایی هم که اونجاست هی میگه بله بله درسته. این درخت خیلی بزرگ میشه. موش یه شیه کچه هست. بچه تو اینجا دست سرم نمیداری؟ نه دستم نمیارم، من تو رو میخوام، مامانو میخوام، میخوام خونه باشین و با من بازی کنین. بینندگان عزیز، بینندگان جان، شما که ساب تیله این من از وقتی که در برنامه پیش اومد پوزش میتوند. الکی واسه چی داری مزر خواهی میکنی؟ شما که اصلا من دوست نداری؟ بچه هایی که داری من تو خونه تو میگیم، اگه مامان و بابا تون داری اگه من با پول نیام خونه من خونه راه نمیده. اگه کار نکنم چیکار کنم؟ منم تو رو دوست دارم، منم دلم برای تنگ میشه بابایی. گریه نکن، قول میدم دیگه بیشتر وقت بذارم، بیشتر باهات بازی کنم. دختر گلم گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن. معذرت میخوام بیننده‌ی عزیز، به خاطر وقتی که تو برنامه پیش اومد. آیدا دختر منه. من از آیدا معذرت میخوام که به خاطر مشغله‌های کاری فرصت نشده بود دل مهربونش رو ببینم. ببخشید آقای مرداری، من واقعا نمیتونم ادامه بدم. آقای عزیزی من نظرت میخوام، ببخشید. بریم دختر، من رس میخوام. تو داشت همین بقلم بس شما کرایش هزار تومن با هر شب من دارم 500 تومن برمونت دارم، بعد میگم کرایش هزار تومنه. هر شب من دارم 500 تومن. بایست میدونی که نمیتونیم پول حواله کنیم اونورا، باید مسافر ببره. شما خودت میری بانک چکو میبری اونجا، ارز میخری، همونجا میدی به آقای بروی. خب باشه، من این کارو انجام میدم. بله بله ببخش. خب من اصلا سلام نمیدونم بابا. نیکا ببخشید، پس حساب کتاب قبلیش چی میشه؟ بابا ضمانتشو من میکنم، بده این پولو ببره اونور، تمام جنسای من رو آب مونده. ببخشید این بچه نمیذاره که. شما گفتین که کارخونهش تهرانه که بابا اینقدر با من جر و بحث نکن. چک دو امضا از فرستادم در خونتون. بله یه لحظه گوشی با من کار دارم مادر جون. بله اومدم خدمتی. چک آوردم. مواظب باشی بچه نق نزنه. خودت چی کار میکنی؟ بگیرش این بچه رو. سلام. نیکا نیکا سوژه مورد نظر آوردن. باشه باشه فهمیدم. خدا بفهم. Thank you.
باشه نوبت منه. سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ من وقتی میام خونه یه لقمه غذای گرم میخوام. اینو بعد دیروز گفتم. پریروز گفتم. پس نه دیروز گفتم. زدم این دستمو شکوندم. بذارم این کلمم بشکونم حال. اون از برخوردت با ادباب رجوع، اون از وضع پرونده ها، این از اومدن رفتنت. چی من راستش چیکار کنم؟ مهدی کودکی نمیری، غذا چه نمیخوری، لباس خوب که نمیپوشی. من چیکار کنم؟ دیروز بهت گفتم، پریروز بهت گفتم، پس پریروز بهت گفتم، بزنم این مغزمو داغون کنم. آره، بزنم داغونش کنم، دستمو بزنم بشکنم. مامان نیکا پول میخره مثلا میفروشه به کارگرا. چی شده طلایی جان؟ بابای نیکا نمیدونم کجاست. این مردا که هیچی ندار رئیسمو جادو کرده. با این چک میخواد سه برابر موجودی کارخونه رو بگیره. دوبار خوش حسابی کرده، حالا دفعه سوم این همه پولو با هم میخواد. یه تیکه جنس هم بهمون نداده. نگران نباش مادر، رئیست میشناستش، شاید میدونه اشکالی در کار نیست. آخه مادر جون چطوری نگران نباشم؟ اگه این همه پولو ورداره بره خارج چی؟ اون وقت کارخونه ورشکست میشه، بنده هم باید بشینم تو خونه با این نیکا خانم خاله بازی کنم. من قدرت بمبئی با چای برادرم منو بستم، خیلی خندیدیم. یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منو نزنی، چیزی برای گفتن نداری. بریدش من دوباره. ببخشه به جانم میگم میگم پیشت پدر کن. راستش یه چی میخوام بگم، ناراحت نشی، منو نزنین. خیلی وقتی که بابات میخواد بری یه سفر تفریح به جزیره خوش آب و هوا خوش میگذرونه بدون مامان، به بهانه یه سفر کاری. فردا شب با هواپیما میره جشن مهد کودکم، نمیتونه شرکت کنه. میخواد این کارم تولد مامان شریک بکنه که سرش گرمه. بری تشلم نم. بعدش هم میخواد مامان شوهر رو طلاق بده. نمیذارم، تو هم باید بهم کمک کنی، فهمیدی قربان؟ من کی از خدامه. Thank you.
خب نشد دیگه مامان خانم، من خیلی زرنگ هر کار میکنم اون زنه. خیلی خوب دیگه، خیلی خوب دیگه، بسه کار خودمه. خیلی خوشحالم که از کیک خوشت اومده، چون همونطور که باید انجام شد. چند نفر دیگه موندن نرسیدن هنوز؟ کنم حدود 5-6 نفر موندن. خب راجب نوشیدنی بذار بعدن. شیکو پیک کردین؟ نمیخوای که بگی به خاطر تولد منه لباس خوشگلات رو پوشیدی؟ حالا فرض کن به خاطر توه، دنیا به آخر میرسه. رم سه پنج با احترام نو پانزده در پونزده چه شکلی؟ آخه من تو ده بیشتر بلد نیستم. پانزده پنج نه یک پنج گوز نمیشه. یه لقش لقده یا لقد هر کتون دستشتی بزن. دوست نارها اعتبار جهان ها، دوست دوست نارها اعتبار. میشه ماشین روشن کرده؟ من میخوام برم فرودگاه. بای بای. یا فیده این چی بابا؟ این قربان یاد فیلم هندی کرده. الان زمانی گفتم فکر کنیم واقعا من همین بار بندینم و بستم. این دو ساعتی که نمیشه که کاریش بکن. نه بابا کاریش نمیشه که بکن. موشیه دارم. متاسفم چای دیگه ندارم. Thank you.
خسته نباشید. روز بخیر. سلام. میشکنم. بزنه. آدمو نامناسب بعد همه جاش میشکنه. همه سر کار شما نیستی. همه دارن میرن خونه شو تازه تو داری میای. همه لباس تو تمیزه تو لباس کثیفه. بشکن این دستی که به تو مساعده داد. فردا زود میام. اگه نیومدی؟ پس فردا زود میام. قول میدی؟ بله. بله. بالاخره عملیات به موفقیت انجام شد. بس نمیدونم چرا همیشه یکی هست که آدم مثل پافت میفروشه. دنیا نو میدانم عمر ما کوتاست چون گل صحراست، پس بیا این شادی کنیم. دست میزنم من، پا میکوبم من، شادی کنم.
ببخشید یه کار مهم پیش اومده. نیما، نیکا، سپر، آیدا، ترنو، دفتر. الان یه لحظه گوش بدید. ببینید دختر شما همه رو وادار کرده بچه ها رو به نقشه کشیدن. بله آقا، بله، خودش این کارو کرده. اونا تصمیم گرفتن یه کاری کنن پدر مادرها نتونن از خونه بیان بیرون. ببینم برای خود شما این چند روزه اتفاق عجیب غریبی نیفتاده؟ خب بفرمایید. بله، همش کار ترنم خانم دختر شماست. خودش اعتراف کرده. خب بله، اعتراف کرده پیش من. بله داریم اعترافشو. بله خواهش میکنم تشریف بیارید. بله پول؟ چرا شما داری با این صحبت میکنی؟ تلفن بده من. بده گوشی رو. بده گوشی رو بده من. برم مرد دیگه منقبض چی میگی؟ بده من. باید یه مرد صحبت کنم. من مرد دیگه بقیه یه نفر اون احمد هست. بچه کنار ببینم گوشی رو بده. چرا همچی میکنی؟ همه توهین شده، آبروتون ریخته چو همچین شده. امروز اینجاییم و این تقصیر ماست، علتش کم دیدن لطف خداست. یادمون رفت بچه های مهربون هدیه هستن از خدای آسمون. احتیاج بچه گاهی لالاییه، گاهی خندیدن رویاییه، گاهی عشقش با تو بازی کردنه، دور هم یه شام ساده خوردنه. دیده ما از دستش هستیم در فرار، از دو چشمی که پر از انتظار. اون فقط میخواد که بازم دیده شه، مثل میوه از رو شاخه چیده شه. امروزم کارش غلط یا که درست، علتش کم بود و کم لطفی توست. من دیگه یه دقیقه هم نمیذارم بچه‌م جایی باشه که بهش کلک زدن و نقشه کشیدن یاد میدم. منم دیگه نمیذارم دخترم بیدیشه، من چی لازمه خودم بهش یاد میدم. سکته میکنی آقا؟ من از جلو شما برو خانم من بابای همه تون رو یه جا در میارم. من یعنی چی؟ من درست میگم. شما میخوای دراری؟ نه خیلی. چرا؟ بله، برای اینکه شما اصلا صلاحیت ندارین که از بچه من نگهداری کنین. اصلا بچه من دیگه نمیخوام اینجا. باری کلا خانم، چی شد؟ بچه‌شو دارم میگم من میرم دنبال نیما. بچه خانم میرم ازشون تعریف میکنه. من میخواستم بچه‌م بی تربیت بشه، خودم بزرگش کردم. این چه روشی؟ حداقل با هم خداحافظی کنن. کجا سه پیجک بردی پایین؟ خانم این نتیجه تربیت شما سنگاه کنید. نگاه نمی کنه آقا بشن. دمت گرم، رفیق خوبی بود. دلم برا زنگ میشه. مگه خودت نگفتی وقتی مامان بابام دونه بمونن آخر عملیاته؟ منم رفتم به مامان بابام گفتم که چه میتونستم اونا خبر چینن؟ به خدا خواسته شدم. چی داری میگی اینجا ها؟ چی؟ یه بریم نه. Thank you.
تو باغچه بمونه تنها دلش میگیره ستاره تنها بمونه تو شبها دلش میگیره ماهی اگه تنها باشه تو دریا دلش میگیره گنجه میتونستم کردم دیگه بلد نیستم بیشتر از این کم آورد ترنم خیلی ناراحته اصلا نمیتونه دوستاشو ببینه دوستاشم نمیتونن ترنمو ببینم خودم باید چی کار کنم آروم بد باشیم چون آدم ها با این که اینجا تعطیله اگر صدای منتونو بشنون وقتی که ولکن جفتمون نیستن ماشالله چقدر دارم برای تنگ شده بود فکر کنم چند هزار سالیه که ندیدیم هم دیگه رو آره شما همیشه من لطف داشتی میگم فوفو جان اصلا لازم نیست اینقدر رسمی باشی ملاقات ما کاملا غیر رسمیه میل کن در ضمن خداوند خیلی دوست داره من اینجا مونه ببخشید ولی آدم ها رو بیشتر پس خودت چی که از خداوند بزرگ خواستی برای کمک به دوست ترنم منو بفرسته اینجا ها؟ مثلا همون دوست ترنم خانم هیچ میدونی که تا 3-4 سال دیگه اصلا نمیدونی تو کی بودی و کی هستی و کجا بودی و کجا خواهی بود و این حرفا دلم نمیخواد ترنم من یادش بره یادش نمیره انشالله اگه از خداوند بزرگ بخوای هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنه فوفو جان چطوری؟ خوب سوالی کردی راهش اینه بعد براش یه کار بزرگ خیلی بزرگ و اساسی انجام بدی که هیچ وقت تو رو فراموش نکنه ولی دیگه فکر نکنم بشه براش کاری کرد پس فکر میکنی من برای چی اومدم اینجا؟ اومدم که یه کار خیلی بزرگ برای تو و ترنم و بقیه دوستات انجام بدم عزیزم نمیخوای ازم بپرسی چه کار بزرگی قرار انجام بدیم؟ اگر شما بخوای شد با این همه فوفو حتما میشه چرا نه بله اینجوری شد که عملیات ما با فوفو شروع شد خدا حافظ سمسمک ماما من رفتم خدا حافظ خدا حافظ جاتون خرابه مشتی واسه چی نایمدی شمال مالا ما اجبور شده ما شماله بردیریم بیاریم اینجا مگه تو نرفته بودی باکو باکو کلو چنده مشتی برو اون واسه تو برو بیرون ببینم کار دارم اوت اوت یا غمو داری میگی عزیز تو یک جش بچه ها دونه دونه نپاچین تو بچه ها کیان سب کن بگم سب اه
سلام خانم. سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ من که بهتون گفتم چه گم شده. میدونید شما چه کمکی به من کردین؟ اینو ببینین این روزنامه رو، این اکثرا ببینین، میشناسینش که حتما. اون روز شما این چک رو اگر به این مرد شارلاتان داده بودین، الان تمام سرمایه کارخونه و شرکت منو بالا کشیده بود. خیلی ازتون ممنونم. البته من چک رو جلوشو گرفتم ها، ولی خب حالا دیگه اومدم بهتون بگم که شما از فردا یکی از اعضای رسمی هیئت مدیره شرکت ما هستید. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنونم جناب. عزیز دلم بفرمایید. من خیلی خوب میکردم. آره عزیز دلم، آره دختر تو من. آقا اینم پرونده تکمیل داد کنید، امضا کنید ممنون. بله چشم، شما این چای رو میل کنید من الان امضا کنید. شما همین امضا کنید منت باشید سر بنده ممنون. بله حتما اینم امضا. انشالله که موفق باشید. بفرمایید. یه دنیا تشکر. ممنونتونم. مرسی. لطف کردید. پاییز. بفرمایید خواهش می‌کنم. والا من می‌خواستم عرض کنم که یعنی من بازرس اداره هستم و از دیروز متوجه شدم که این آقا دیر میاد. من واقعا شرمندم. دیگه تکرار نمیشه، قول میدم. من با آقای بازرس گفتم که حقوق شما به اندازه تحصیلات و تجربیات شما نیست. نخه من اضافه کاری نمی‌کنم، باور کنید. ببین شما رئیس شما میتونید از این به بعد زودتر برید خونه. اون اگر خانواده شاد بشید. ناصر عزیز، برای یه کادو آوردم که امیدوارم به نحو احسن ازش استفاده کنی. من واقعا تو چشمی من یا من؟ هر دو هر دو. ببین ببین میدونم لیاقت چه داری. ای وای همونه که من نه نه این مال بازی خودمه. منم دوست دارم. نه ولش کن، برات میخرم. اینو بکن کادو که آه ناقابله. خوشحال شدی؟ واقعا؟ آره قابل تو رو نداره. مواظب خواهید باش. یه دقیقه وایسا نظر رو مافرم. توفی مشوری خیلی سری توف نکن. سنجول به این فرش نکش. جان خیلی فک داره میزنی ها. داری میری تو مخم. یه دقیقه وایسا. سرسامه سواره گرفتم از دستی. پلاژه برای خونم بیرون. تو راست میگی، تو راست میگی. میری میری. حقاق دم کردی، بیچارم کردی. تو برزم. لو کشو جاقه سوسشه. سیوله شدم. جان بزر ببینیم چی میگه آخه یارو. بیا بابا این شناس نامت هم میتونم زودتا سوراخ شه. خوابی شه ببینیم. بیا اینم از هدیه های قلابیت. بده من از سرتون زیاده. قربان انیس رامین شیبا احمد علی. با احمد علی چیکار داری؟ سویچ همو میخوام. اما احمد علی بسات خود از سرتم زیاده. نیستن که فکر کنم همشون با هم دیگه مریض شدن یهو. بیجا کردن بدون اجازه من. همشون با تو دست به یکی کردن که نریم محضراره؟ والا من از خودم همین الان برم دادگاه طلاقت بدم. والا من دهنهای تو کار کنم. میبریمش.
مقصد خودم زدم زمین ها میخواستم بترسه ببین چی میگم بفرم این دفعه آخرت باشه که از این اراز و لوباش میاری اینجا در زن تو با این قد و هیکل درازت نمیدونی با کی باید دوست بشی؟ تو اصلا میفهمی؟ مادر چون من خرم نمیفهم جهان که تقصیری نداره کجاش گناه داره عروسم تو گناه داره قربونت بشم عروس گل من ببین چی میگم سری میری خونه رو این دستی گل تمیز میکنی باکو ماکو تعطیل مادر دیگه من چیکار بکنم جیگر دیگه خودو ببینم چشم. از این زبونت نیما جون هر کاری داشتی بازم بهم بگو خداحافظ خیلی کلتم یعنی مادر تو یک ساعت هم نمیتونست نوشو نگه داره؟ مادر تو خیلی هم نوش خوشش میاد بابا تا همین چند وقت پیش تنها چیزی که پشتش میشستی سماور بود جیانه بد بود یادت چه قبا شال میکردی؟ بابا بس نبود حالا بد شد زنگ بزن بگه آژانس چیزی نگاه کن لباسم و به چه روزی افتاد آقا جون اول بار این خیابون 33 کلی به این محضر داره پول دادم یه ست بایست این بودتر این کارو قالشو بکنی تمام چشم نه خیر آقا چی رو اول برو مهد باید این بچه رو بذاریم اون آقا چشم بابا چی رو بریم مهد زودتر بریم مهدن این قال این قضیه رو بکنیم تمام میشه بره دیگه واقعا خجالت نمی کشی نه اینقدر ازم خسته شدی اینقدر دلتو زدم میخوای جلو چشم بچه همون اول طلاق بگیرم کجا حالا بودی رفیق بپایی ببینم چایی بخواه بنز ببر بابا نمیرسیم یه دربستی چقدر سوت و کور خیال جونم اما این سرامو میخوام یه مقدار نرم شده باشه که جذب آدم بشه میتونی من توش ترسیم در مطور آره میتونی که کننده داخلش هر چی که دلتون بخواد میتونی میتونی سبزیجات باشه میتونی گوشت مرغ باشه الو این مردم چقدر فضولن ها از وقتی اون برنامه پخش شد همه از هم میپرسن آیدا چجوری رفت تو تلویزیون؟ آبرو جلو همه دوستات رفته آره ای چه جالب اینجا اسب افتاده اسب یعنی پیشرفت ناده این گوشاش درازه بلاغه میگم آه این خونه خیلی کوچیکه عوضش کنی؟ من خودم هم دیگه روم نمیشه تو روی در همسایه نگاه کنم اما اول باید کار پیدا کنم بعد خونه آره بگرد بگرد بسیار خوب من بازم بگم که موقتا این برنامه اومدم و الان با همی تلفن بشنم سلام خسته نباشید من راستش برنامه قبلیتون رو دیدم اون دختر بچه حرف دل همه ما رو زد مجریتون هم که واقعا بی نظیر اجرا میکرد به نظرم توی تمام برنامهاتون این یکی خیلی عالی بود میشه بگین چطوری تمرین کرده بودن که اینقدر راحت اجرا میکردن تو رو خدا اگه ممکنه بازم این دختر و آقای مجری حتما بیان برنامه اجرا کنن ممنون میشم خدا نگهدار ممنونم 370
تماس ماست و همه میخوان که مجری خوب ما به برنامهشون برگرده، اما متاسفانه ما نتونستیم باش ارتباط برقرار بکنیم و من اگر الان صدای من میشنوند امیدوارم که هر جا که هستن شاد باشن و زودتر به برنامهشون برگردن. بله بله، از اتاق فرمان من گفتن که الان میخوایم گزاره ویژه براتون پخش کنیم و الان با هم میبینیم. بازم سلام، من آیدا هستم، هم دختره که اومد تو برنامه بابا. بعد از اون برنامه بابام بیکار شد و اومد نشست خونه، خیلی با من بازی کرد. من فهمیدم بابام چقدر منو دوست داره. بابا جون اگه دلت میخواد بری سر کار برو ها، چون من فهمیدم تو منو خیلی دوست داری. دوست دارم بابایی. با این قیافه دیگه نمیشه رفت فرزر. بیا بریم همینجا، مهد ترنم نزدیکه. با این تیپ بیا مهد. خب میخوای همین جوری مثل مجسمه گلی وایسیم وسط خیابون؟ میگم راستی تیپ گلی خیلی بهت میاد، خیلی جوری آره. به تو هم خیلی میاد. ببین من که اینطوری نمیتونم بیام. من ترنم تو خودت برو بابا، ما میام دنبالت. بالاخره یکی میاد دیگه، لوس نکن خودتو، بودو برو. خدافظ. راستی مامان تولد بود. این که کفش بچگی ترنمه که اینجا چیکار میکنه؟ یادت چقدر گنو خریدیمش؟ یادم تمام پسندازمون رو داریم تا اینو خریدیم، یادته؟ چقدر زود گذشت، چقدر زود بزرگ شد. وقتی مهدش تموم بشه بیاد بیرون، کدوم یکی از ما رو باید ببینه؟ کدوممون باید بیایم دنبالش؟ اصلا کدوم یکی از ما رو میخواد؟ دوست داره وقتی میاد بیرون تو رو ببینه یا منو؟ فکر میکنم که دو تایی باید بیم دنبالش. قصه امروز ما.